به نام خدا هنر جیان عزیز سلام لطفا به دلیل اهمیت مفهس تعادل این آموزش و آموزش های بعدی رو با دقت بیشتری دنبال کنید همونطور که قبلا در معرفی ذره گفتیم ذره جسمیه که به دلیل کوچیک بودن ابعادش میشه از ابعاد اون صرف نظر کرد حالا کاربرد این ذره چیه در استاتیک وقتی که ابعاد جسم در ارتباط با فضای اطراف اون یا اثر نیروی وارد بر اون کوچیک باشه میشه اونو به صورت ذره تلقی نمود به علت کوچیک بودن ابعاد ذره نیروی وارد بر ذره همرس هستند یعنی فقط باعث جابجایی ذره میشن و دوران در اونو اتفاق نمیفته شرط تعادل یک ذره به زبان ریاضی اینطور بیان میشه زیگما اف ایکس مساوی صفر زیگما اف مساوی صفر زیگما اف ایکس مساوی صفر یعنی مجموع نیروهای افقی وارد بر ذره برابر صفر بشه زیگما اف ایگ مساوی صفر هم یعنی مجموع نیروهای عمودی وارد بر ذره برابر صفر بشه و ذره در جهت عمودی و افقی حرکتی نداشته باشه خب بالاخره رسیدیم به مبحث تعادل اجسام صلب مبحثی که با یاد گرفتن اون دیگه میتونید ادعا کنید وارد هیته مهندسی عمران شدید خب اول ببینیم به چه جسمی جسم صلب گفته میشه طبق تعریف جسم صلب جسمی است که ذرات به وجود آورنده آن در اثر اعمال نیرو جابجایی نداشته باشند اما در طبیعت جسمی با شرط وجود نداره در علم مهندسی برای سهولت در مدل سازی و بررسی مواد و تعادل سازه ها اجسامی رو که حرکت ذره های اونا ناچیز باشه صلب در نظر می گیرند. بعد از آشنایی با تعریف جسم صلب در این مرحله قرار نحوه بررسی تعادل این اجسام صلب رو که میتونه تیر، ستون، خرپا یا هر سازه دیگه باشه یاد بگیریم. بررسی تعادل در جسم صلب یه تفاوت با بررسی تعادل در ذره داره جسم صلب به علت داشتن ابعاد قابل توجه معمولا تحت تاثیر نیروهای غیر همرس قرار میگیره در صورتی که ذره به خاطر ناچیز بودن اندازش همیشه تحت تاثیر نیروهای همرس بود همونطور که در قسمت ذره ها گفتیم نیروهای همرس فقط جسم رو جابجا میکنن یعنی در جهت عمودی و افقی حرکت دارند اما نیروهای غیر همرس باعث ایجاد چرخش یا لنگر هم میشن بنابراین در بررسی معادلات تعادل اجسام صلب علاوه بر اینکه جسم نباید در جهت عمودی و افقی حرکت کنه چرخش هم نباید داشته باشه که به زبان ریاضی میگیم زیگما اف ایکس برابر صفر زیگما اف ایگرگ برابر صفر و زیگما ام برابر صفر زیگما ام یعنی اثر نیروهایی که قصد دارن جسم رو به چرخش در بیارن برابر صفر بشه و جسم چرخش نداشته باشه برای بررسی تعادل اجسام صلب مثل ذره ها یا همون نقاط مادی ابتدا باید پیکره آزاد اونا رو ترسیم کنیم همونطور که میدونید برای این کار باید جسم رو از محیط اطرافش جدا کنیم و چون اجسام روی تکیگاهی قرار دارن که با توجه به نوعشون مانع از حرکت یا دوران جسم میشن لازم اول انواع تکیگاه و اکسل های اونا رو بشناسیم که انشالله در جلسه بعد به این موضوع بیشتر میپردازیم موفق و معید باشید